سلام دوستان عزیز، به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خدا رو شکر برای روز زیبایی که خداوند به ما عنایت کرده که میتونیم باز کلام خداوند رو بخونیم. امروز عزیزان میخواییم مزامیر باب 39 رو بخونیم. داوود نبی اغلب سرود میخوند و یا شادی میکرد، ولی در مزامیر باب 39 میبینیم که داوود نبی سکوت میکنه و خاموشه و حرف نمیزنه. به خاطر گناهی که انجام داده بود داوود نبی سکوت کرد و نمیتونست حرف بزنه. و خوبه که موقعی که ما گناه میکنیم بهونه نیاریم، سکوت کنیم و راجع به اون گناهانمون تفکر کنیم. و این چیزی بود که داوود نبی کرد. بسیاری موقع ما علیه کسی گناه میکنیم، خطا میکنیم و میخوایم عذر بیاریم، بهونه میاریم که میگیم نه، شما، تقصیر شما بود، شما کار اشتباه کردید. به جای این بهونه آوردن، عذر آوردن، بهتره که سکوت کنیم، خاموش باشیم و اون کاری که کردیم تفکر کنیم. که داوود نبی موقعی که خاموش ماند و سکوت کرد، در گناهان خودش تفکر کرد و موقعی که به گناهان خودش فکر کرد چه گناهی انجام داده، آتشی در دل داوود مشتعل شد و طرز نگرش رو عوض کرد، افکارش رو تغییر داد. که در آیه 3 تا 5 میخونیم، میگه دلم در اندرونم گرم شد چون تفکر میکردم، آتش افروخته گردید. یه موقعی که فکر میکردم راجب یعنی گناهان، میگه دلم در اندرونم گرم شد و آتش افروخته گردید. پس به زبان خود سخن گفتم ای خداوند، عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که کیست و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چقدر فانی هستم. اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای و زندگانیم در نظر تو هیچ است. یقینا هر آدمی محض بطالت قرار داده شد، سلاح. پس هنگامی که داوود نبی در سکوت ماند، تفکر کرد به اون گناهانش، دو تا درس مهم رو یاد گرفت داوود نبی. اولین درسی که یاد گرفت این بود که فهمید که عمرش بسیار کوتاهه. آیه 6 میخونه، میگه اینک انسان در خیال رفتار میکند و محض بطالت مضطرب میگردد، ذخیره میکند و نمیداند کیست که از آن تمتع خواهد برد. فهمید که عمرش بسیار کوتاهه و او راجب چیزهای دنیوی و مادیات فکر کرد، که دید که هیچ فایده ای نداره که هر چقدر پول جمع کنی و بری سر کار، ثروتمند بشی، نمیدونم همسر داشته باشی، فرزندانی داشته باشی و تو این دنیا بمونی، خودتو ببندی. دید که همش بطالته و عمر ما کوتاه، به زودی گذر خواهد شد این عمر ما. و دومین درسی که یاد گرفت که انسان فانیه، انسان از دنیا خواهد رفت یه روزی. در آیه 4 میخونیم، میگه ای خداوند عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چقدر فانی هستم. مقدار ایامم، روزهایم، میگه چیست که تا بفهمم چقدر فانی هستم. بیم به من یاد بده که بفهمم چقدر من فانیم، به زودی خواهم مرد. پس یاد گرفت که داوود نبی خواهد مرد و این چیزی که ما باید یاد بگیریم. باید ببینیم چقدر در خداوند قوی هستیم، چقدر به کارهای جاودانی مشغول هستیم، نه به کارهای دنیوی و مادیات. چون عزیزان عمر ما بسیار کوتاهه، ما انسانهای فانی هستیم، به زودی خواهیم مرد. پس باید از این عمر خودمون به نحو احسن استفاده کنیم و به چیزهای ابدی فکر کنیم تا بتونیم برکت پیدا کنیم. پس عزیزان هنگامی که مرتکب گناه میشید، با خداوند جر و بحث نکنید، بهونه نیارید، فکر کنید راجع به گناهانتون و فکر کنید که عمرتون بسیار کوتاهه و انسانهای فانی هستید، همه ما فانی هستیم و خواهیم مرد، و توبه کنید از گناهانتون و بپردازید به خدمت خداوند. توی کلیسا مشغول باشید، به دیگران بشارت بدید، در چیزهای ابدی سرمایه گذاری کنید تا خداوند به شما برکت بده و بتونید باعث برکت برای دیگران باشید. یه دعا کنیم و خاتمه بدیم. خدایا تو رو شکر میکنیم برای داوود که خداوند سکوت کرد، تفکر کرد در گناهانش و خداوند دو درس مهم یاد گرفت که عمرش بسیار کوتاهه
و خودش هم انسان فانیه. خداوند کمک کن بتونیم پی ببریم به این واقعیت که عمر ما کوتاهه و انسان فانی هستیم، که بتونیم خداوند از مادیات و از چیزهای دنیوی کنارگیری کنیم و بتونیم به تو تمرکز کنیم، به چیزهای معنوی. خداوند همه دعاها را در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.